روند رسیدگی به شکایات انتخاباتی سر از امروز دوشنبه آغاز شد. ثبت نزدیک به 17,000 شکایت برای کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی غیر منتظره بوده است. مسئولان این کمیسیون گفتند که برای تصریح روند رسیدگی به شکایات به نیروی انسانی بیشتر نیاز دارند، اما آنها از احتمال تمدید مهلت رسیدگی به شکایات ها از همین حالا خبر دادند. قبلا کمیسیون انتخابات نیز از تمدید مهلت اعلام نتایج ابتدایی خبر داده بود و آن روند نزدیک به 4 ماه به طول انجامید. با سلام و وقت شما بخیر به برنامه انتخابات، با من محمد میلاد کمال خوش آمدید. مهمان ما در این بحث آقای عبدالوارث سیغانی، عضو دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی هستن و بیشتر صحبت میکنیم پیرامون انتخابات و نتایج آن. آقای سیغانی خیلی خوش آمدید به برنامه. بحث را میخواییم از اینجا آغاز بکنیم که امروز روند رسیدگی به شکایات انتخاباتی رسما آغاز شد و کمیسیون شکایات انتخاباتی میگه که اونا نیاز به زمان بیشتر دارن. چی فکر میکنین اگر روند یا مدت زمانی که باید کمیسیون رسیدگی بکنه به شکایات تمدید شوه، آیا میشه مشکلات انتخاباتی افغانستان حل شوه؟ به نام خدا و با عرض سلام احترام خدمت شما، خدمت بینندگان محترم تلویزیون شما. ببینین مطابق با ماده 30 قانون انتخابات، کمیسیون شکایات انتخاباتی حق دارد به شکایات مندرجه در کمیسیون شکایات انتخاباتی رسیدگی بکنه. بیشترین شکایات را که از تیم دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی برابری دکتر عبدالله عبدالله بر کمیسیون شکایات انتخاباتی مواصلت گردیده و ارسال شده و درج گردیده، امیدوار هستم کمیسیون شکایات انتخاباتی با حفظ بی طرفی و استقلالیت در کارشان و آنچه که منطقی است، آنچه که از افول بحران میگشاید، در واقع مسئولیت ایمانی و وجدانی و تعهدی که روزی اول و مردم افغانستان دادن که ما از آرای پاک مردم افغانستان دفاع میکنیم و نتایج حاصله از انتخابات همان رای مردم و کسانی که نامزدان انتخابات را حمایت کرده باشند، ما برنده کسی را خواهیم اعلام کرد که او در واقع رای مردم را کسب کرده باشه و بدی ثابت باشه. بنابراین فکر میکنم که اون چیزی که کمیسیون انتخابات اعلان داشت و اون چیزی که مشاهدین بین المللی به کمیسیون انتخابات افغانستان یا در واقع فرایند و پروسه انتخابات افغانستان در برنده بودن، همه مردم افغانستان و جهان دیدن که یک نتایج پر از تقلب، یک نتایجی که بدور از این که به خواسته های قانونی مردم رسیدگی بکنه، به اعتراضات مردم و پاسخ مثبت و قانع بخش ارائه بکنن، چیزی را از پیش خود آوار و ارقام دادن. بنابراین فکر میکنم که مسئولیت امروزی و رسالت امروزی برمیگرده به دوش کمیسیون شکایات انتخاباتی. کمیسیون شکایات انتخاباتی با توجه به مواد قانونی ماده 30 قانون انتخابات باید رسیدگی بکنه به شکایات مندرجه در کمیسیون شکایات انتخاباتی و این رسیدگی به شکایاتی که از سوی نامزدان معترض در واقع به کمیسیون شکایات انتخاباتی مواصلت شده دریافت گردیده اون شکایات، من فکر میکنم که یک بخشی از مشکلات امروزی کشور ما را و این تقابل یا در واقع این ناامیدی که در میان مردم افغانستان داره حکومت و حاکمیت میکنه، من فکر میکنم که این میگوشه از افور مشکلات یا در واقع از رفتن به سوی بحران و پرتنش شدن اوضاع سیاسی کشور. من فکر میکنم که یک مسئله بسیار اساسی و عمده این است که اون چیزی که کمیسیون مستقل انتخابات ارقام داده یا آماری دادن که تیم دولت ساز را یا در واقع تیم متقلب اعظم را یک بخشی رای را از اونا افزود کردن که اگر کمیسیون شکایات انتخاباتی به تمام معنا به خواسته های مردم رسیدگی بکنه و استقلالیتشان را افس بکنه، زیر سلطه کسی دیگری نرود یا گروه سیاسی یا تطمیع نشود، مطمئن هستم که نتیجه انتخابات و برایند از بررسی های کمیسیون شکایات انتخاباتی چیزی خواهد بود که مردم افغانستان حمایت اونا را کرده بودن و مردم افغانستان به اونا اعتماد کرده بودن و رأی دادن. از ولایات اگر یادآوری بکنیم، ولایت هایی که بیشترین شکایات از آنجا به ثبت رسیده، مثلا ننگرهار 2321 شکایت به ثبت رسیده که بیشترین شکایت است و همچنان بوده دیگه قندهار 2000 شکایت و اما بعضی از ولایت هست که حتی تا 3 یا 4 شکایت هم
به نشر رسیده. این شکایت هایی که بر کمیسیون شکایت انتخاباتی سپرده شده، چرا در یک عده از ولایت خیلی بیشتر است و در بعض از ولایت دیگر خیلی کمتر است؟ ببینید، عرض این است که دموکراسی به مفهوم نهادینه شدنش یا به مفهوم تمثیل کردنش، اگر مردم افغانستان به او تمکین بکنه و اونچه که در قانون تثبیت است و اونچه که در قانون تذکر یافته، مطمئن هستم که یک بخشی از سیاست مدارای افغانستان یا در واقع یک تعداد معدودی داره ذهنشان آماده به پذیرش دموکراسی و فرایندهای مردم سالار نیستن. چرا در بخشی از ولایت افغانستان تقلب صورت میگیره؟ چون آمیان سیاسی کسانی هستند که، یا سیاست کنندگان کسانی هستند که اونا در میان مردم و در میان طبقات اجتماعی ترد شدن و جایگاه خود را ندارن. بنابراین من فکر میکنم که در ولایاتی که تقلب صورت گرفته و حمایت از تقلب را کسانی میکنن که در میان مردم جایگاه و پایگاهی ندارن. به همین ترتیب در بخشی از ولایات که تقلب صورت گرفته، رأی تقلبی به نفع یک تیم مشخص و یک کاندید مشخص صورت گرفته که آنچه که تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی بارها تذکر دادن که ما مطابق با مواد قانونی، مطابق با این شکایاتی که اعتراض داریم بالایش 102200 رایی که میباید او در زمان مشخص انتخابات صورت نگرفته بود، یعنی در واقع یعنی خارج از زمان رای دهی بودن، این را باید ابطال اعلان بکنه. چون در قانون روز اول ما این را بیان داشتیم و تثبیت کردیم که در نزد ما رای مدار اعتبار خواهد بود که او رای در زمان مشخص انتخابات و از مجرای بایومتریک صورت گرفته باشه. با همین ترتیب 137360 رایی که 630 رایی که باید تفتیش ویژه میشد و یکی از خواسته های مهم دسته انتخاباتی صحبت همگرایی بود، به همین ترتیب 2423 صندوق که معلومات بایومتریکی در وجود نداشتن. من فکر میکنم که ما مجبوری از سوالات با کمیسیون مستقل انتخابات شکایت کردیم و عرض کردیم. چرا کمیسیون مستقل انتخابات در همان زمان به شکایات تیم شما و تیمای معترض زیاد توجه نکرد؟ مثلا تیمای شما خواستار از این بود که 300 هزار رای جدا از 700 هزار رای که در دور نخست باطل اعلان شده بود باید باطل اعلان میشد. اما چرا کمیسیون مستقل انتخابات این آرا را ادی کثیر از این آرا را بازشماری کرد و صحت بخشید؟ ببینید، متقلب اعظم یا تیم دولت ساز از هر مجرایی کردن و از هر طریقی که خواستن کمیسیون و یک بخشی از کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات را تطمیع کردن و خواستن در جهت منافع خودشان یک نتیجه پر از تقلب را شکل بدهد و اعلام بکنه که او نتیجه پر از تقلب ذهن مردم افغانستان را مغشوش بسازه. مردم افغانستان امروز به او شعور سیاسی رسیده است که بدانند که تقلبگر کیست، که ها حمایت از تقلب میکنند، که ها در نزد جامعه طرد نشدند، هنوز هم جایگاه و پایگاهشان باثبات هستند. بنابراین من فکر میکنم که کمیسیون شکایت مستقل انتخابات آنچه که تعهد سپرده بود و آنچه را که در روز اول مطابق با امون تعهدی که بر قرآن دست گذاشتن و وعده سپردن که ما پاسدار رأی واقعی مردم افغانستان میباشیم، اما اینطور نشدن. بنابراین با مخالفت با قانون، بدور از آنچه که در قانون تذکر یافته، قانون در روز اول بیان داشت که هن رایی که از مجرای بایومتریک و از آدرس بایومتریک استعمال شده باشه، در زمان مشخص انتخابات صورت گرفته باشه، رای تقلبی و خیالی نباشه، از روی عکس گرفته نشده باشه، تمام مراحل قانونی یک رای دهنده که رای میدهد دوران قانونی داشته باشه، همون رای در نزد ما قانونیت داره و ما پاسداری همان رای خواهیم بود. باشین، این وضعیت شما چقدر امیدوار هستین به اینکه کمیسیون شکایت انتخاباتی به شکایت شما رسیدگی بکنه؟ مثلا امیدواری بیشتر در همون آغاز از کمیسیون مستقل انتخابات هم بود، اما امروز تیمای معترضه که تا چند وقت پیش اونا خیلی امیدوار بودن و از عمل کرده کمیسیون ستایش میکردن، امروز نگران هستن. چقدر احتمال داره که این نگرانی نشأت پیدا بکنه با کمیسیون شکایت انتخاباتی؟ ببینید، هر کسی مسئول اعمال خودش است و آنچه که میکنه پاسخی همان مورد را خواهد داد.
کمیسیون مستقل انتخابات آن چیره که انجام دادن و بدور از قانون، بدور از آن چی که نظریات مردم افغانستان بودن، نظریات خواسته های دسته های انتخاباتی بودن، به این مسائل نپرداختن. مسئله رسالت امروزی توپ در میدان کمیسیون شکایات انتخاباتی است. ما به این اعتماد داریم و به این امید هستیم که هنوزم وجدان بشریت نمرده است. هستند کسانی که در درون کمیسیون شکایات انتخاباتی به خواسته های قانونی مندرجه ما در کمیسیون شکایات انتخاباتی رسیدگی بکنه و وضعیت امروزی تغییر شکل بکنه. شما ببینید مردم افغانستان یک بخششان رفتن به روز رای دهی در پای صندوق های رای صف بستن تا رای بدهن و به امارت سیاه طالبانی نه بگویند. و یک چقدر مردم رفتن در انتخابات؟ یک حکومت دموکرات تنها 1 میلیون نفر رفتن و دموکراسی و همین جمهوریت که امروز حکومت میگه رای دادن. ببینید مشکلات عمده و اساسی که امروز در انتخابات امروزی ما بروز کرد، یم از مشکل آفرینه های 5 ساله حکومتداری آقای غنی بودن. اگر اونا به عنوان یک رئیس جمهور مسئول، به عنوان یک سیاستمدار مسئول مطابق با خواسته های مردم افغانستان سیاست می کردن، همون ترتیبی که تعریف سیاست خدمت کردن به مردم هست و مبارزه است در جهت به دست آوردن قدرت در خدمت مردم و ملت عرضه بکنیم، اینا را مجموعه از دیدگاه های مردم افغانستان نادیده گرفتن. مردم نسبت به حکومت دلهره داشتند و مشکلاتی را به وجود آوردند و این همه فلاکت هایی که در طول حکومت وحدت ملی و شامل حال مردم شدند، این بیرویگی ها بودند که مردم افغانستان با یک انگیزه بسیار پایین، با یک وضعیت بسیار پایین در پای صندوق رای رفتن اشتراک کردند و این پیام برای دولت مداری بودن، برای کسانی که دولت مداری میکنند، دولت مدارشان مطابق با قانون نیستند، دولت مدارشان مطابق به اصل نظام های دموکراتیک نیستند. در یک نظام دموکراتیک مردم حق داره حضور داشته باشد، در عرصه های مختلف صحبت خود را داشته باشد، بیان و دیدگاه خود را داشته باشد. اما امروز بحث من سر انتخابات است. حالا انتخابات افغانستان چگونه میشه؟ با این وضعیت آیا ما شاهد از هستیم که یکی از تیما، حالا تیم ثبات همگرایی یا دولت سازی هر تیم دیگه، پیروز انتخابات باشن و یا ای که محتملا انتخابات با چنین شرایط میره به دور دوم؟ ببینید یک بخشی از سیاست مداران و اخصا تیم دولت ساز تمام تلاششان مبنی بر این است که انتخابات افغانستان به دور دو بکشاند و از این وضعیت آلوده به نفع خود استفاده بهینه ببرند. اما یک چیز را باید اینجا از این آدرس خدمت شهریان محترم افغانستان و کسانی که برنامه شما را میبینه بیان بکنم، این که مردم افغانستان این بار تصمیمشان را گرفتن و این بار تصمیم گرفتن که پاسدار رأیشان باشند، پاسدار دموکراسی بوده باشند و دیگر صدا و دیگر برنامه از تقلب و حمایت از تقلب نبوده باشد. بنابراین کسانی که خیال میکنن که انتخابات افغانستان را بدن میکشن، کسانی که خیال میکنن با تقلب با جل میتونه یک فرایند کلان ملی را بگن بکشانه، من فکر میکنم که او زمان در گذشته است. این بار مردم افغانستان مصمم شده است، از رأیشان دفاع میکنن و برایند کاری کمیسیون شکایت انتخاباتی چیزی خواهد بود که مردم افغانستان توقعش داشتن و مردم افغانستان و حمایت کرده بودن از نظام جمهوری و که دموکراسی یک اصل نظام جمهوری. سپاس از شما بنده های عزیز، یک وقفه کوتاه میگیریم. دوباره خوش آمدین بنده های عزیز. آقای سیخانی چی فکر میکرین با وضعیت فعلی که کمیسیون پیش میره و کمیسیون شکایات انتخاباتی هم وعده سپردن که اونا به شکایات مندرجه رسیدگی میکنن، ما شاید از این میتونیم باشیم که شاید اعلام نتایج شفاف و پاسداری از دموکراسی و مخصوصا انتخابات شفاف باشه؟ ببینید این بار کسانی که نظارت میکنند از پروسه انتخابات افغانستان و کسانی که دخیلی در پروسه انتخابات افغانستان هستند و به نهادهای بین المللی که حضور دارند و مردم توقع دارند که اونا مطابق با حفظ بیطرفی و آنچه که برنامه کارشان در سرلوح کار برنامهشان نهاده نشدن دموکراسی، فرایندهای مردم سالار در درون افغانستان هستند، اون اگر به این منظور آمدن که ما از دموکراسی و از فرایندهای دموکراتیک تا اینکه دموکراسی نهاده نشود
و مردم بتوانند به وسیله رأیشان حکومت ها را شکل بده، به این منظور آمده. این بار مردم همه طرف ها و همه کسانی که دخیل در پروسه انتخابات افغانستان هستند مصمم بر این شدند که پاسدار رأیشان بوده باشند و تصمیم گرفتند که نتایجی را بر بالای کمیسیون مستقل انتخابات اعلان بدارند که او نتایج در واقع رأی مردم در او بوده باشه، در واقع او شفافیت در او رعایت شده باشه، بی‌طرفی در او رعایت شده باشه و تمام مکانیزم قانونی که ما ادعا داریم که اگر هر ادعایی که کسانی از هر آدرسی به سوی کمیسیون مستقل انتخابات یا کمیسیون شکایات انتخاباتی ارسال می‌داره، فقط ما مطابق با اصل همون ترتیبی که در قانون تذکر یافته، هیچ چیزی ما فراتر از قانون نیستن. اگر قانون میگه اگر قانون منجر به این شود که تیم شما از انتخابات حذف شود به دلیل تقلب که حالا مثلا تیم دولت سازم یادآوری میکنه و پیرامون تیم شما یادآوری میکنه، شما میپذیرین؟ ببینید، مردم افغانستان تقلب کار را هم میشناسه، عامیان تقلب کار را هم میشناسه و همه کسان. اگر من اطمینان دارم نه دکتر صاحب عبدالله متقلب هست و نه کسانی اما مثلا نامزدان معترض، مخصوصا شورای نامزدان، اکثرشان یادآوری میکنن که نظر به قوانین انتخابات تیمای متقلب باید کنار برن و اونا یادآوری میکنن تیمایی که در رأس قدرت است مرتبط به تیم آقای عبدالله و غنی. ببینین، این یک ادعا هست به جایی که مستند و مستدل مباحث بیاید ما در کمیسیون شکایات انتخاباتی مواصلت بکنه و آنچه که قانونی هست و آنچه که واقعی است. اگر مطابق با قانون، مطابق با قوانین انتخاباتی و طرز العمل ها لوایح انتخاباتی اگر چیزی تخطی در هر گوشه بوده باشه، این شهامت را هم دارن که بیاین پاسخ بدن که چرا این کار صورت گرفته است. ما نه هم از اراده مردم افغانستان میترسیم و نه هم کاری نمی کنیم که مردم افغانستان نسبتی با ما به اعتماد و به اعتبار شود. ما فکر می کنم اما یک ایده از سیاسیونی که هم پیمان بودن با آقای عبدالله امروز به اعتماد بودن و به اعتماد هستن و از همین خاطر با آقای غنی پیوستن. مثلا آقای صالح یادآوری میکنه که آقای عبدالله از حق خودم دفاع کرده نمیتونه. ببینین، هر کسی دیدگاهش داره و هر کسی در با چنین وضعیت مردم چگونه اعتماد در هر گوشی که میره سیاست میکنه. امرالله خان صالح را هم مردم افغانستان میشناسه و دکتر صاحب عبدالله را هم میشناسه و بقیه کسانی که از این اردوگاه رفتن و به معامله تن دادن و به یک چوکی تن دادن و در واقع با در ارزش هایشان پرت گفتن و ارزش های خود را نادیده گرفتن و در خلاف آن جهت رفتن که و خلاف آرمان هایشان بودن، آرمان های مردمشان بودن، در واقع ما به یک نظامی که معتدل و یک نظام صدارتی که همه مردم افغانستان بتواند و حق حضور داشته باشه، به یک نظام ریاستی متمرکز نمیتوانیم مشکلات مردم افغانستان را کمتر بسازیم. یعنی میگن نظام باید صدارتی باشه. بنابراین یکی از دلایل پیوستن افراد و گروه های بسیار بیشمار در تیم ثبات و همگرایی هم همین بوده که ما میخوایم نظام را نظام مردمی بسازیم، یک نظام یک سالار و دیکتاتور نمیتونه نماینده تقسیم قدرت نمیتونه باشه. بیشتر از سیاست مداران در یک چارچوب حکومت نماینده تقسیم قدرت نیست. ببینید، حضور پررنگ مردم در عرصه حکومتداری و دولتداری در واقع افغانستان را به سوی وسایل هدفتان از کدام مردم است؟ بیشتر کسایی که امروز در تیم آقای غنی و عبدالله هستند کسایی هستند که از دوران آقای کرزی اینا در پست‌های کلیدی وظیفه داشتن و ما کمتر شاید جوانان یا افراد هستیم حداقل که اینا از میان مردم یا از بین توده ها باشن. ببینید، هر کسی، ما به میراث شدن قدرت و به قدرت اینکه میراثی بشود باور ندارم و با این دیدگارت در واقع رد هم میکنم که قدرت از هان مردم است و شایسته قدرت و قدرت ادامه کار قدرت در افغانستان و ریاست کردن یا در واقع حکومت داری کردن این متعلق به مال مردم افغانستان است. اما ببینید، در یک جایی که وقتی ما یک سرزمینی بسیار بزرگ و با تاریخی هستیم، چگونه می شود که قدرت این سرزمین پهناور و بزرگ که دارای تاریخ بسیار طولانی و با عظمت می باشد یک فرد در راسش بیاید و یک کسی بیاید دیکتاتور ماوانه و یک سالارگونه تمام حق و ملک را
کل را در تصاحب خود در بیاورد و هیچ کسی را در هیچ گوشه از حکومت داره نقش بارز و بسزایی ندهد. جذب یک عده از تیم ها و مخصوصا تکتای انتخاباتی توسط تیم دولت ساس نماینگر چی است؟ مثلا در تازه ترین مورد آقای عنایت الله حفیظ که شکایات زیاد از تیم شما و تیم دولت ساز داشتن میپیوندن به تیم دولت ساز، چهار نامزد دیگر یا چهار تیم دیگر هم قبل از انتخابات پیوستن و آقای فرامرز تمنا هم چند روز پیش از نتایج انتخابات میپیوندن به تیم دولت ساز. علت چی است که بیشتر این نامزدان جذب میشه توسط دولت ساز اما توسط تیم ثبات هم گرایی جذب نمیشه؟ ببینین یک بحثی است که یک به تیم انتخاباتی یا در واقع یک گروه سیاسی به هر جایی تعامل میکنه، او برمیگرده به سلیقه و علایق شخصی هر تیم یا هر گروهی. بنابراین ما اصل حرفمان، تمرکزمان بر سر پایگاه های مستحکم استند که اون پایگاه ها در درون نظام و در درون مردم جایگاه دارند. هر کسی در هر گوشه میروند، مردم افغانستان جایگاهشان را هم دیدن، راهشان را هم دیدن و در واقع فعالیت و کردارهایشان هم دیدن. اما بحث امروزی بحث انتخابات هست، بحث به ثمر رساندن نتیجه زحمات مردم افغانستان است. بس اینجاست که ما باید تمام فعالیت هایمان را مطابق با طرز العمل های انتخاباتی و طرز العمل هایی که مردم امیدوار هست که این طرز العمل ها دوران قانونی و فیصله قانونی و منطقی و اصولی که در همه جامعه پذیرفته شده است، در افغانستان هم این فیصله منطقی مبتنی بر قانون، مبتنی بر منطق استوار و سالمی که با جهل و با تقلب بیگانه هست، یک کار مطلوب، یک کار سازنده شود که تا مردم دیگر رویارویی با هم دیگرشان نشود. اما یک بخشی که میخواین تقلب بکنن، یک بخشی که میخواین حمایت از تقلب را بکنن، یک بخشی که میخواین با استفاده از ثروت ملی افغانستان به قدرت باقی بمانند، من فکر میکنم اونا شایسته نمایندگی و زعامت مردم افغانستان نیستند. زعامت افغانستان به کسانی میزیبند که در واقع خون این مردم را میشناسند، درد این مردم را میشناسند، روزهای دشوار این مردم را میشناسند و در روزهای دشوار در کنار این سرزمین ماندن و در کنار این مردم ماندن و در برابر تهاجمات بسیار بزرگ سیاه و سرخ و رنگهای مختلف مقابله و استادگی کردند. من فکر میکنم که بحث اساسی اینجاست که امروزه امیدهای مردم افغانستان، چشم انداز مردم افغانستان به کمیسیون شکایات انتخاباتی است. اگر کمیسیون شکایات انتخاباتی مطابق با قانون و یک میراث ماندگار را بخواهند در تاریخ انتخابات های افغانستان به طور ماندگار باقی بمانند، باید آنچه که قانونی هست، آنچه که وصولی هست و آنچه که بر حق پنداشته می شود، ما نمیگیم که خواسته های ناحق هم در این پروسه شامل بوده باشد، خواسته های بر حق و قانونی مردم بررسی شود و او به او پاسخ مقنعی داده شود. اگر رای تقلبی وجود دارد، اگر رای شفاف وجود ندارد، اگر رایی که در زمان مشخص روز انتخابات سپرده نشده میبایست و باید چه شود باطل اعلان شود و رایی که باید تفتیش ویژه میشد که یک بخشش به ابطال میرفت یا کم و زیاد میشدن، من فکر میکنم که سر این مسائلم اگر تمرکز بکنیم، در واقع ما میتونیم که برایند انتخابات را نتیجه زحمات مردم افغانستان ببینیم. اما اگر این انتخابات نتیجه بخش نباشه و یایی که کمیسیون شکایات انتخاباتی هم نتانه آرای پاک را از ناپاک جدا بسازه، شما از نظرتان آیا پذیرفتنی است که انتخابات مجدداً برگزار شود یا هم بره به دور دوم؟ ببینین دسته انتخاباتی ثبات همگرایی بارها تاکید کردن و بارها تکرار کردن و پیوسته گفتن که ما نتیجه ای را میپذیریم که بدور از تقلب و بدور از جعل و تزویر بوده باشد. برای ما به رأی قابل قبول است که در زمان مشخص انتخابات و تمام مجراهای بایومتریکی و قانونی در او تسجیل یافته باشند. اگر بدور از این مواعث بوده باشد و کسی که بخواهند راههای تقلبی را بر بالای گرده های مردم افغانستان تحمیل بکنند و با وسیله رای تقلبی به قدرت و به کرسی ریاست تکیه بزنند، این بار محال است. مردم تصمیمشان را گرفتند که حکومتی بر مبنای رای خودش باشد. سپاس از شما آقای عبدالوارث سیغانی، عضو دسته انتخاباتی ثبات همگرایی. سپاس بینده های عزیز که تا این دهم بیننده برنامه ما بودین. تا لحظات دیگر با برنامه سال برمیگردیم.